به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. بحث امروز راجع به برهان نظم شیوع قوانین فیزیکی است. اجازه بدید که یک پیشینه ای از علت به وجود آمدن این برهان برای شما عزیزان بیان کنم. ما در فیزیک مفهومی داریم به نام آنتروپی که یک مفهوم کاملا فیزیکی است و ربطی به نظم یا بی‌نظمی ندارد. ولی از زمانهایی که من بیاد دارم این پدیده رو به نام بی نظمی ترجمه می کردند و شاید یک مقداری در بعضی از جاها به بی نظمی هم مشابه باشد و همین باعث شده که این ماهیت فیزیکی رو به بی نظمی ترجمه بکنند. حقیقت آنتروپی چیست؟ این رو خواهش میکنم که در فیزیک مطالعه بفرمایید و احتمالاً این کار رو حتما انجام دادید، ولی خیلی به نظم مرتبط نمیشه. من مثالی میتونم بزنم که به لحاظ ظاهر پدیده‌ای که آنتروپی بیشتری داره نظم بیشتری هم داشته باشد. شما تصور بکنید که تعداد زیادی دانش آموز اینها توی حیات مدرسه توی صف وایساده باشن و فاصله اینها از هم زیاد باشه، یعنی فاصله هر دانش آموز دو دانش آموز بعدی 2 متر باشه و صفشون هم خیلی منظم باشه، یعنی دقیقاً در خطهای عمود بر هم قرار گرفته باشن. این پدیده آنتروپی زیاده اما منظم هم هست. اما اگر همه این دانش آموزان، این 100 تا دانش آموز بیان یه گوشه حیات مدرسه جمع بشن و همگی بریزن رو هم دیگه، مثلا فرض کنید اونجا چیزی هست که اینا باید بردارن و هر کدوم تلاش میکنن که زودتر اون شیء رو بردارن و همه رو هم دیگه افتادن، در این حالت شما احساس میکنید که بی نظم هست ولی آنتروپیش کمه. یعنی اگه آنتروپی رو بخوایم بی نظمی ترجمه کنیم، با این مثال مشاهده میکنید که در اون حالتی که اینا سر صف بودن بی نظمی بیشتر از اون حالتی که اینا تو یک نقطه روی هم دیگه قرار گرفتن یا کنار هم دیگه هستن. به خاطر اینکه واقعا مفهوم آنتروپی ربطی به نظم نداره. نظم هم با توجه به یک هدفی بیان میشه. یعنی چرا شما میگید زمانی که دانش آموزا سر صف هستن منظمه و زمانی که همگی یه گوشه حیاط جمع شدن بی نظمه؟ خب چون شما هدفتون ممکنه شناسایی سریع هر دانش آموز باشه، هدفتون ممکنه این باشه که دانش آموزا با هم دیگه تماس نداشته باشن، به هم آسیب نرسونن و هدفهای دیگه ای که ممکنه داشته باشین که به خاطر اون هدفها شما دانش آموزان رو سر صف قرار میدهید. و در یک سیستمی که هدف نداره تعریف نظم با اون چیزی که ما مد نظرمون در برهان نظم هست اصلا غیر ممکن میشه. ما در برهان نظم دنبال این بودیم که نظمی رو که مشابه فعل یک موجود باشعور است در بیاوریم، یعنی نظمی که بر اساس یک هدف شکل گرفته، ما این رو میخواستیم. و مطلبی که حالا در فیزیک مطرح میشه به نام آنتروپی هیچ ربطی به این نظم نداره. اما از اونجایی که بعضی از مبلغان مذهبی گمان میکردن که قانون دوم آنتروپی نقضی بر برهان نظم هست، سعی کردن برهان نظم جدیدتری رو تقریر بکنن که بتونن از زیر این نقض فرار بکنن. اما چطور اونها گمان میکردن که قانون دوم ترمودینامیک نقضی بر برهان نظمه؟ قانون دوم ترمودینامیک بیان میکنه که مقدار تغییرات آنتروپی در یک سیستم بسته همواره مثبت، یعنی همیشه آنتروپی رو به افزایشه. و اگه آنتروپی رو ما بی‌نظمی ترجمه کنیم، یعنی بی‌نظمی در کل جهان هستی همیشه در حال افزایش. خب این برای کسانی که برهان نظم رو تقریر میکردن به ظاهر گران میآمد. یعنی اونا ادعا میکردن که برهان نظم اثبات میکنه که جهان هستی منظم است و نظم لازم دارد. خب ناقد میتونست این رو بیان بکنه که در فیزیک اثبات شده که جهان هستی منظم نیست و داره رو به بی‌نظمی میره. این رو چی میگید شما؟ به خاطر همین اینا چون مشترک لفظی بود این نظم با اون نظم، اینها متوجه نشدن که بابا این نظم اون نظم نیست و اصلا قانون دوم ترمودینامیک چه باشد چه نباشد هیچ ربطی به برهان نظم نداره. یعنی چه صحیح باشه چه غلط باشه، برهان نظم مطلب دیگری رو داره میگه. حالا درست یا غلط شما قبلا بررسی کردیم. برهان نظم ارتباطی به قانون دوم ترمودینامیک نداره، همونجوری که ارتباط به نظریه تکامل نداره. یعنی چه نظریه تکامل باشد چه نظریه تکامل نباشد، یعنی غلط باشد، برهان نظم مطلبش مجزای از نظریه تکامل است. اما این مبلغان مذهبی اومدن و سعی کردن این نقد رو بر برهان نظم اصلاح بکنن. اومدن گفتن که بله درسته، جهان هستی خودش داره رو به بی‌نظمی می‌رود. یعنی پذیرفتن که جهان هستی منظم نیست یا داره به بی‌نظمی می‌رود. الان مثلا منظم ولی داره بی‌نظم میشه و اگر خدایی بود که این جهان رو منظم قرار داده بود، این خدا 1 میلیارد سال بعد هم باید باشه و 1 میلیارد سال بعد جهان نامنظم می‌شود از لحاظ اینها و شاید چندین هزار میلیارد سال آینده جهان هستی توده یک نواختی از ماده و انرژی باشه، یعنی یک ابر
بسیار بزرگ از اتم ها و ذرات باشه، همگی در حالت تعادل و همگی با فاصله مجزا از هم دیگه. این که نمیشه از لحاظ اینها نظم قلمداد بشه، اینا میدونن که این یک نوع بی‌نظمی است، چون هدف اینها ایجاد حیات بود، هدف اینها وجود انسان بود و این هدف اینجا برآورده نمیشه. خب اینا اومدن گفتن که چه کار کنیم که قانون دوم ترمودینامیک نقضی بر برهان نظم نباشد. اومدن برهان نظم شیوع قوانین فیزیکی رو مطرح کردن، گفتن اگرچه که جهان هستی داره بی نظم میشه، ولی شما میبینید که همین بی نظم شدن هم از یک نظمی پیروی میکنن. یعنی به جای اینکه نظم در خود ذرات رو در نظر بگیرن، نظم حاکم بر رفتار ذرات رو اومدن به عنوان نظم مطرح کردن. خب البته از هدف خودشون هم دور شدن، چون هدف اینها ایجاد حیات بود. نظم حاکم بر رفتار ذرات ممکنه منجر به ایجاد بی حیاتی بشود، ولی خب حالا اینا برای فرار از اون نقد مجبور شدن نظم رو به گونه دیگه تعریف بکنن. گفتن همین که شما قانون جاذبه میبینید که در تمام جهان هستی برقراره، چه در زمین، چه در مریخ، چه در مشتری، چه در اقصی نقاط کیهان، قانون جاذبه از یک فرمول پیروی میکنه. همینی که میبینید که قانون دوم ترمودینامیک همه جا برقراره، خود همین یک نوع نظمه و نشون دهنده اینه که خدایی هست که داره در سر تا سر این گیتی قوانین فیزیکی رو اجرا میکنه، روی تک تک ذرات داره نیروهای الکتریکی، نیروهای گرانشی رو اعمال میکنه. خب این خدا قطعا خیلی خدای بزرگ و قدرتمند است. این مبحثش رو ما قسمت قبل بحث کردیم، ناشی از یک نگرش است که آیا ما قوانین فیزیکی رو ذاتی ماده بدانیم یا عارض بر ماده بدانیم. یعنی اینگونه بدانیم که جاذبه ناشی از ذات خود ذره است، ناشی از ذات خود جرم است، یا اینکه نه، جرم میتونه جاذبه داشته باشه، میتونه نداشته باشه، میتونه جاذبهش کمی کمتر باشه، میتونه جاذبهش کمی بیشتر باشه، و یک اعطا کننده ای داره الان این جاذبه رو به این جرم میدهد. اگر شما این نظریه رو بپذیرید که قوانین فیزیکی ذاتی ماده نیستن و یکی داره اون رو به ماده میده، بله شاید به این نتیجه برسین که پس یک خالقی هست که داره قوانین فیزیکی رو در سرتاسر گیتی حفظ میکند و در همه جا یکسان است، در همه آنهای زمانها، در تمام لحظات داره این قوانین فیزیکی رو مراقبت میکنه، اعمال میکنه. و اگر شما باور داشته باشید که قوانین فیزیکی ذاتی ماده هستن، لاجرم باید شما به این نتیجه برسید که هیچ خدایی وجود نداره، چون اگر خدایی هم باشه نمیتونه ذاتی یک شیء رو از اون شیء بگیره یا تغییر بده یا بهش بده. پس وجود خدا امری اضافی محسوب میشه، یعنی خدا هست ولی هیچ کاری از او ساخته نیست. به هر حال من احساس میکنم که برهان نظم شیوع قوانین فیزیکی اصلا هیچ برهانی نباشه. برهان نظم شیوع قوانین فیزیکی مطلب خاصی نداره. بر فرض که برهان نظم برقرار باشه، یعنی قوانین فیزیکی ذاتی ماده نباشن و اعطا کننده در هر لحظه، در هر زمان، در هر مکان تمام قوانین فیزیکی رو داره به تمام ذرات اعمال میکنه، تنها این مطلب ثابت میشه که اعطا کننده وجود داره. حالا او کی هست، چی هست، چرا این کار رو در انجام میده، نسبتش با ما چیست، اینا همش میشه سوالات دیگه که بی پاسخ هست و این برهان توانایی اثبات اون مطالب رو نداره و این رو هم ثابت نمیکنه که اون فرد خالق ما است. یعنی این رو هم باید این برهان بهش بپردازه که واقعا این جهان مجازی نباشه نسبت به ما. بسیار. اما اگر که ما بدانیم که قوانین فیزیکی ذاتی ماده هستن، که این برهان از اصل باطل هست. من مطالب دیگری رو هم در ارتباط با برهان نظم برای شما عزیزان آماده کرده بودم، به عنوان مثال به بررسی و نقد نظریات آقای جوادی آملی در زمینه برهان نظم که در مقدمه و فصل 8 کتاب تبیین براهین اثبات خدا به اون مطالب اشاره کرده بودن پرداخته بودم و احساس میکنم که اگر بخوام اون مطالب رو هم اینجا برای شما عزیزان نقل بکنم، مطلب یک مقداری بیش از حد کسل کننده و طولانی و تکراری میشه. به همین خاطر تصمیم گرفتم که مطلب برهان نظم رو همینجا خاتمه بدم. اما برای اون دسته از عزیزانی که علاقمند هستند مباحث رو با جزئیات بیشتری پیگیری بکنن و احیانا سوالاتی دارن که میخوان بپرسن و پاسخش رو به دست بیارن، یا اگر با کسی مناظره انجام دادید، مباحث رو مطرح کردید و اون مبلغان مذهبی به شما پاسخهایی رو در این زمینه دادن و شما الان میخواین اون پاسخها رو به ما منتقل بکنید و ما جواب اونها رو به شما عزیزان بدیم، من خواهش میخواستم بکنم از دوستان عزیزم در مدیریت مجموعه که یک گروهی رو در فضای مجازی تأسیس بفرمایند
تا دوستان عزیزی که علاقمند هستن مطالب بیشتر و دقیقتر و نظرات پاسخهای احتمالی رو اونجا بیان مطرح بکنن و به بحث و گفتگو بنشینیم با هم دیگه، در اون فضا ما این کار رو انجام بدیم و این فضا صرفا برای ارائه مجموعه درس ها باقی بماند و از سیر درس گونه بودن خودش هم خارج نشود. از قسمت بعد ما برهان دیگری رو در ارتباط با اثبات وجود خدا شروع میکنیم و با همدیگه تحلیل و بررسی میکنیم. امیدوارم که همواره در زندگی شاد و سربلند و پیروز باشین و روز به روز بر تعداد شما دوستداران حق و حقیقت افسوده بشود. بدرود.